دوستان نازنین، این هم بند امیر. خودتان ببینید که چی جایی هست. همین لحظه همین چند دقیقه پیش باران بارید، یک باران قشنگ، عالم آفتاب قشنگ آمده. دوستان عزیز، شما زیبایی اینجا را خودتان تصور کنید دیگه. دمو باران ها باز ما رفتیم نماز خدا خواندیم. راستش بگویم همون نماز خواندن هم در این مکان یک لذت خاص خود داره دیگه. این حال میریم نکته به نکته همراهتان هستیم دوستان عزیز، قدم به قدم همراهتان هستیم. شرشر هوا دوستا که میشنویم دیگه، و کسایی که در افغانستان هست یا کسایی که در بیرون هست قصد آمدن به بند امیر داره، در این روزا 100% لباس گرم رو خود بیارن، چون اینجا شبه کابل نیست یا شبه دیگه ولایت ها نیست، هوای خنک داره، هوای دلانگیز داره. با همه دوستای عزیزی، هم یکی از آبشارهای بند امیر ببینیم، آبش از شیشه پاکتره. شرشر آب، باران، آفتاب، اینا چی ترکیب قشنگ واقعاً. یکی از آبشارهایش است. خبر بعدی که دوستای عزیز شنیدیم ای است که اینی قایقا رو متاسفانه امروز جمع میکنه، یعنی دیگه قایقرانی نیست یا قایق سواری نیست در بند امیر. دلیلش هم پرسیدیم، میگه در بند ضربه میزنن، نمیفهم چیست. دوستای عزیز، ما راست بامیان آمدم، چند دفعه آمدم، در بند امیر هم آمدم، ولی آرزو داشتم که یک روز در یک غروب در بند امیر باشم و این آرزوی ما برآورده شده. بر علاوه ای که غروب است، یک هوای قشنگی است، یک باران خوب باریده و یک آفتابی که هر لحظه از پشت ابرا بیرون میشه پس پنهان میشه، بیرون میشه پس پنهان میشه. جای عجیبی است، واقعا جای عجیب است. شما فقط سعی کنید. ای آسمان و ای آب چقدر همرنگ دوستای عزیز. دوستای عزیز، شما منظره را ببینید. خدا هم چی چیزایی که میتونه بسازه. وای دوستای عزیز، راجع به بند امیر چند قصه و چند حکایت وجود داره. بعضی ها به این باور هستند که بند امیر قدمگاه حضرت علی علیه السلام است. حضرت علی علیه السلام در یک زمانی در یک عصری از این مکان میگذشته و همین حضرت باعث شده که این مکان ساخته شده یا این بند ساخته شده، یعنی باعث شونده این ساخته شدن این بند حضرت علی علیه السلام است. ولی بعضی های دیگر کس میگنه این یک مکان طبیعی است، امون رقم دعا طبیعی است، ما ساختار شنا میفهم، این هم امون رقم است. ولی حقیقت پیش خدا معلوم، چیزی که ما میبینیم یک مکان زیبا رو میبینیم، چیزی که ما میبینیم یک مکان پاک رو میبینیم. دوستای عزیز، حال ما رسیدیم در قسمت بالایی بند. ما دو دفعه بندمیر کردیم، دو دفعه سه دفعه آمدیم بندمیر، ولی اینجا نامدیم. حال امروز آمدیم
یعنی ما در قسمت قرار داریم که میتونیم بند از زاویه خیلی بالا ببینیم و با شما هم نشان میدیم و شما دوستای عزیز و قدم به قدم پیش میریم. دوستای عزیز واقعا زیبایی از این بخی آدم دیوانه میکنه. وای سعی کن دوستای عزیز. شبه یک چی بگویم؟ شبه یک ستاره شده. شبه این ستاره است. سعی کنید دوستان بند همه شبه ستاره است. اینمی بند کلان شما است. بسیار زیبایه، بسیار قشنگ. خدایی ما اصلا هیچ باورم نمیشد. دوستان از سعی کنم بسیار قسمتی خطرناک قرار دارم. اگر میاد زربه بخورم رفتم. دوستای عزیز واقعا ارزش دیدن داره بامیان، بخصوص بند امیر. دوستای عزیز گویی گیا اکثریتتان حتما 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 خاطرت دارین. سج منطقه مایی را سج میگه، در قراباغ، در قراباغ سج میگه، جاغری میتونه سج میگه سج و طرف های بامیان بیسود کسته این را چی میگه؟ شریش، دایکندی هم به نظرم شریش میگه. با دوستای عزیز چقدر از این سبزی کردیم، چقدر از کوها در بهار میبردیم از وای یادش بخیر. کم کم رواد چیز همین چیزا به خدا از بین میره. و دوستای عزیز اگر از سج خاطره داشتین ویدیو رو دیدین 100% شما خاطرات تانو بینویسین. کوتا هم اگر بینویسین برای ما یک دنیا ارزش داره. دوستای عزیز دوتای سج